سلام دوستان و همراهان همیشگی کانال زن روز. امروز میخوایم مروری داشته باشیم به زندگی شخصی و هنری خانم مری هاپیک، بازیگر قبل از انقلاب ایران. پس با من همراه باشید. لطفاً قبل از شروع ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو لمس کنین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر باشین و با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنین. مری آپی که در روزهای انقلاب حدود 24 سال سن داشت، دو دهه اخیر در تهیه کنندگی فیلم فعالیت داشته. او اکنون در لس آنجلس آمریکا زندگی می‌کند و بازیگری را از سن 14 سالگی شروع کرد و اولین نقششو تو سریال امیر ارسلان نامدار، کاری از پرویز کاردان، به همراه مادرش آپیک یوسفیان که در نقش فرخ رقای خالدار بود ایفا کرد. بعد از اون هم در سریال اختاپوس و داستانهای جاوید ادب ایران و کارهای متفاوت دیگر فعالیت داشت. مری آپیک قبل از ورود به سینما چهره تلویزیونی بود. بعد از مدتی به پیشنهاد آقای کیمیایی نقش مرجانو تو فیلم داش آکول بازی کرد. بیشتر کارهای وی با پرویز صیاد بود و در سریال صمد اون یکی از شخصیت‌های اصلی سریال بود. همچنین در سریال اختاپوس نقش منیژه دختر منشی جوانی رو داشت که با لباس‌های نوجوانانه اون زمان روی صحنه می اومد. یکی از دلایل محبوبیت خانم آپیک در اون زمان بازی در سریال جدی انتقادی و کمدی اختاپوس بود که وی نماینده جوانان ایران شده بود و هر هفته لباس‌های متفاوتی می‌پوشید که جوان‌ها می‌پسندیدند و همین موضوع علت محبوبیت اون تو تلویزیون بود. مری آپیک به پیشنهاد ابراهیم گلستان تو فیلم اسرار گنج دره جنی و با آقای پرویز صیاد تو فیلم کمدی مظفر هم کار کرده که خیلی هم مورد توجه مخاطبین قرار گرفت. فیلم ملکه سبا هم از فیلم‌های دیگه ایشون بود که با فرانسوی‌ها کار کرده. آخرین کار خانم مری آپیک تو ایران فیلم بن‌بسته که با پرویز صیاد همکاری کرده و به گفته خودشون در اون زمان یک گروه هنرپیشه‌های با استعدادی بودن که پرویز صیاد هم تو این گروه بودن. پرویز صیاد نویسنده، کارگردان و سرپرست گروه بود و دائما در تلویزیون برنامه‌های مختلفی می‌نوشتن و کار می‌کردیم و به نظر آقای پرویز صیاد باید محلی برای تئاتر هم می‌بود که تو اون محل کار تئاتر هم بشه کرد و همین علت ایشون بنیاد تئاتر کوچک تهران رو گذاشتن. یکی از کارهایی که 18 ماه روی صحنه نمایش بود و خیلی هم موفق بود ماشین نویسا و ببر بود که هر شب اجرا داشتیم و حتی جمعه ها دو سانس تئاتر اجرا می‌کردیم. تو تئاتر کوچک تهران که واقعا یه محل آرتیستیکی خوبی بود، تئاتر دونجوان در جهنم رو هم اجرا کردیم. آقای آزادی هم تو این تئاتر کار میکردن که واقعا کارشون به عنوان یه بازیگر خیلی توی تئاتر شاهکار بود و با همکاری ایشون تئاتر فالگوش و تئاترهای مختلفی رو روی صحنه آوردیم. مری آپیک در ادامه میگه من قبل از اینها برای تئاتر روی صحنه نرفته بودم، ولی تجربه باله رو صحنه تالار رودکی داشتم و جزو گروه باله ملی ایران بودم و در کنسرواتور موسیقی ایران تحصیل کردم و رشته اصلی من باله، پیانو و ادبیات فارسی بود. گروه باله ملی ایران خیلی فعال بود و زیر نظر خانم آقای احمدی زاده کار می کردیم و اون زمان از طراحهای مطرح دنیا دعوت می شد تا با ما همکاری کنند. گروه ما گروهی بود که هر ماه تو تالار رودکی روی صحنه می رفت و به همین علت صحنه برای من جای ناآشنایی نبود. قبل از اونم مادرم خانم آپیک یوسفیان بازیگر بودن و به همین دلیل من از بچگی پشت صحنه تئاتر بزرگ شدم. وقتی مادرم با آقایان اسکویی، وحدت و جعفریان کار می کردن، من همیشه از پشت پرده تئاتر شاهد اجراشون بودم و آرزو داشتم یه روز مثل مادرم بشم. مادرم یکی از پایه‌های اصلی تئاتر تو ایران بودن و جزو بازیگران تئاتر کسرا و بعد هم تئاتر آناهیتا. کارنامه کاری ایشون بسیار پرباره و منم با تئاتر غریبه نبودم و از نظر من واقعا کار تو تئاتر بهترین بود، برای اینکه مستقیما با تماشاچی تماس داری و تأثیرگذار هستی.
بهترین کاری که میتونی عرضه کنی روی صحنه تئاتره. تلویزیون هم کار فوق‌العاده لذت بخشیه، به خصوص وقتی کار کمدی انجام میدی. ما هر هفته برنامه داشتیم و من نوجوانی بودم که تو این رشته کار داشتم و بزرگ میشدم. از یه طرف تئاتر بود و از یه طرف مدرسه موزیک و از طرف دیگه هم کلاس‌های باله تالار رودکی. من تو این محیط‌ها بزرگ شدم و به خصوص تو دامن مادرم که خودشون از بزرگان تئاتر و سینما هستن. ولی صحنه تئاتر رو بیشتر از هر چیز دیگه ای میپسندم. باید بگم سینما حرفه متفاوتیه، برای اینکه احساس و نحوه پرداخت و جون دادن شخصیت‌ها به شکل تئاتر نیست. مدام در زمان فیلمبرداری برنامه قطع میشه و حتی بعضی اوقات آخر فیلم رو روز اول فیلمبرداری میکردن. بنابراین باید حس آخر فیلم رو به شکلی قوام داد که بشه به شکل درست به تماشاچی عرضه کرد. مری آپیک در سال 57 به همراه مادرش تو فیلم بن‌بست به کارگردانی پرویز صیاد ایفای نقش کرد و جایزه بهترین بازیگر زن رو تو جشنواره فیلم مسکو از آن خود کرد. اون در این باره میگه: من بسیار خوشحال شده بودم چون این موضوع قبل از اون برای هیچ بازیگر زن ایرانی اتفاق نیفتاده بود. اولین بار بود که تو تاریخ سینمای ایران همچین قدمی برداشته میشد. خوشحالی من بیشتر برای کارهای آینده بود تا خود فستیوال و نحوه برخورد اونها با من. از روز اولی که این فیلم دیده شد، خبرنگاران و منتقدان سینمایی دور من بودن و میگفتن که این فیلم شاهکاره و بازی تو فوق‌العاده است و باید حتما این جایزه رو بگیری. من میدونستم فیلم‌های فوق‌العاده دیگه ای هم تو این فستیوال بودن. خیلی خوشحال بودم که به عنوان یه بازیگر جوان تو این فستیوال حضور دارم. ولی فکر نمی‌کردم که این اتفاق بیفته. ولی خوشبختانه این اتفاق افتاد و جایزه به من رسید. این مسئله نه تنها روی کارهای آینده و قراردادهایی که داشتم و قرار بود با آقای پرویز صیاد انجام بدیم خیلی تأثیر داشت، بلکه قدم مهمی برای زنان بود، مخصوصا زنانی که تو حرفه هنری بودن. ما تو اون دوران خیلی پیشتاز و پیشقدم بودیم. مادرم هم نمونه ای از هنرمندانی بود که تو اون دوران پا بر جا کار میکردن. مادرم تو سینما و تلویزیون و تئاتر قدمهای اولیه رو برداشتن و ما هم دنباله روی اونها بودیم. تو اون زمان زنان داشتن موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای کسب می‌کردن و یکی از این قدم‌ها جایزه مسکو بود که به فیلم بن‌بست داده شد. من برای اولین بار تو سینما تو این فیلم بسیار لطیف و زیبا با مادر خودم در نقش مادرم ظاهر شدم و این یه مسئله نرمال تا اون زمان نبود، چون ما دو نسل در این حرفه بودیم که سالیان سال کار کردیم و آخرین فیلم و آخرین کاری که در ایران انجام دادیم فیلم بن‌بست بود. مری آپیک یک سال قبل از انقلاب سفری به آمریکا داشت و زمانی که حکومت نظامی در ایران بود به ایران برگشت و به گفته خودش دوباره به آمریکا رفتم و یکی دو ماهی در آمریکا بودم. مادرم میگفت برنگر چون سیستم حکومتی داره عوض میشه و ممکنه بیکار بمونی. تمام مدتی که آشوب و تظاهرات بود من ایران نبودم، ولی اخبار ایرانو میشنیدم و برام خیلی خیلی جای تأسف داشت که تمام سیستم مملکت ما و تمام آینده ما و هر چیزی که به اون امید داشتیم و پشتیبان ما بود داره از بین میره و یه سیستم تازه غیرعادی که نه میشناسیمش و نه با اون آشنا هستیم جاشو میگیره. برای من و اطرافیانم یه شوک بزرگ بود که آینده ایران چه خواهد شد. البته نتیجه اونو تو این 40 سال گذشته دیدیم که چطور مملکت ما زیر و رو شد و مردم به چه وضعی افتادن. به خصوص زنان ایران که نصف جمعیت ایران هستن رو زیر حجاب سیاه کردن. وضعیت کلی مردم ایران هم از این بهتر نیست. هنوز ما تو شوک هستیم که تو این سالها چطور یه شبه تمام وضعیت در مملکت تغییر کرد و این سیستم خفقان آور وحشتناک روی کار اومد. مری آپیک در خارج از ایران اولین کار خودشو با نمایشنامه خر به نویسندگی و کارگردانی پرویز صیاد شروع کرد که حدود 25 سال این نمایشنامه روی صحنه رفت. همزمان فیلم فرستاده هم نوشته شد و برای بازی در این فیلم از لس آنجلس به نیویورک رفت و این فیلم هم جوایز متعددی گرفت.
مدتی بعد هم فیلم سرحد به تهیه کنندگی مری آپیک و نویسندگی و کارگردانی پرویز صیاد با یک گروه از هنرمندان ایرانی در آمریکا ساخته شد. به گفته خانم مری آپیک تو آمریکا شرایط نسبت به داخل ایران خیلی متفاوته و تنها مسئله فیلمسازی نیست، مسئله پخش فیلم هم هست. تو ایران البته زمانی که من اونجا بودم و میگم درسته که امکان داشت سانسورهایی باشه، ولی امکان ساخت فیلم و موقعیت پخشش بیشتر بود. ولی اینجا مسئله پخش فیلم هر روز مشکل و مشکل تر میشه. با این حال فیلم سرحد رو به یک کمپانی آمریکایی دادیم و تو سینماهای مختلف آمریکا پخش شد و خیلی هم مورد توجه منتقدین قرار گرفت. من و پرویز صیاد یه زوج هنری شدیم، یعنی زوج هنری که مدام با هم همکاری داشتیم و من با ایشون در نوجوانی کار کردم و استعداد من توسط ایشون تشخیص داده شد و به گفته آقای صیاد بیشترین ساعت کار حرفه‌ایشون رو با من به عنوان شخصیت زن انجام دادن. ما وقتی روی صحنه هستیم بسیار راضییم، بدبستون و دیسیپلین کاری خوبی با هم داریم. بازی من و نوشته های فوق‌العاده آقای صیاد مجموعه بسیار خوبی هم برای ایشون و هم برای من از کار در میاد. در زمینه اجتماعی یا سیاسی افکار و بازی های خیلی نزدیکی به هم داریم و اگه توجه کرده باشید تمام کارهایی که با هم انجام دادیم کارهای سیاسی اجتماعی بوده. خانم آپیک در مورد ارمنی بودنشون میگن به هیچ وجه در دوره‌ای که در ایران زندگی می‌کردم کلمی ارمنی بهایی بودن مسئله‌ای نبود و تو مدرسه‌ای که بزرگ شدم و همزمان کار هم می‌کردم هیچ وقت به جز ارج و احترام به کار من به عنوان بازیگر چیز دیگه‌ای در میون نبود. هم من هم مادرم بسیار مورد احترام بودیم و تا به امروز هم این احترام ادامه داشته. البته بعضی وقتا شنیدم در محفلی گفتن که خانم آپیک شما که مسیحی هستین چرا اینقدر سنگ ایران و زنان ایرانی رو به سینه میزنید؟ منم تو جوابشون گفتم چه فرقی میکنه؟ من چه دینی دارم؟ من ایرانی هستم و تو ایران به دنیا اومدم. ایران مملکت و جان منه. من عاشق ایران هستم و از صبح که بیدار میشم به فکر ایرانم. من به ایران و پرچم شیر و خورشید افتخار میکنم. بنابراین هر فکر و ایده‌ای که برای آینده دارم به شکلی به ایران و مسائل ایران ربط داره و به شکلی برای بلند کردن صدای زنان ایرانه، برای موقعیت خفقان‌آور و وحشتناکی که تو این سالها تو ایران تحمل کردن. من خودم رو یه ایرانی میدونم ولی گذشته مسیحی و ارمنی دارم و به هر دو افتخار میکنم و هر زمان به آینده ایران فکر میکنم اشک به چشمم میاد. با تجربه‌ای که در 45 سال گذشته این سیستم نشون داده و با موقعیت سیاسی و اجتماعی و جایگاه استراتژیکی که ایران داره واقعاً هیچ پیش‌بینی برای آینده نمیتونم بکنم که آیا میشه روزی ایران اون ایرانی بشه که همه ما آرزوشو داریم و این برای ملتی که به تنهایی و بدون پشتیبانی از دولت یا مملکت دیگه‌ای میخوان کاری برای آزادی ایران انجام بدن واقعا سخت و دشواره. به خاطر ریشه دواندن این دولت مذهبی در این مورد واقعا دلی گرفته و ناامید دارم. البته انسان هیچ وقت نباید امیدشو از دست بده. امیدوارم اتفاقی بیفته و بشه ما ایرانی داشته باشیم که آینده جوانان ایران و آینده این مملکت پربار فرهنگی و تاریخی درخشان باشه. با امید ایرانی آزاد. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. اگه تا به حال عضو کانال ما نشدین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو لمس کنین تا از پست‌های بعدی ما هم باخبر بشین.